شورای دینی روسیه برای اولین بار درباره ممنوعیت فعالیت وهابیت و ها در این کشور به توافق رسید. رومان سیلانتیوف از کارشناسان روسیه، از بیانیه شورای دینی این کشور درباره ممنوعیت فعالیت وهابیت در این کشور استقبال کرد و این اقدام را بی‌نظیر خواند. وی گفت: کامل گولین مفتی روسیه و دبیر مدیریت روحانی مسلمانان تاتارستان در جلسه ریاست شورای بیندینی این کشور که در 27 مارس برگزار شد بر لزوم ممنوعیت رسمی وهابیت تاکید کرد این کارشناس روس تصریح کرد که همچنین در این نشست سامی گولین از وهابیت به عنوان یک ایدولوژی افراطی یاد کرد ایگور پانکراتینکو از شرق شناسان مطرح روسیه نیز خواستار معرفی دقیق معنا و مفهوم وهابیت شد تا علت ممنوعیت فعالیت آن برای همگان آشکار شود رایس سلیمانوف کارشناس انستیتوی راهبرد ملی روسیه نیز در واکنش به این تصمیم گفت افراطی خواندن ایدولوژی وهابیت مطمئنا واکنش های منفی را در خاورمیانه به همراه نخواهد داشت او با اشاره به سنی های تندرو تصریح کرد که روسیه در سال 2003 میلادی برخی سازمان ها را به عنوان سازمان تروریستی معرفی کرد و همکنون مشاهده می کنیم که دیگر کشورها در سراسر خاورمیانه نیز این سازمان ها را تروریست قلمداد می کنند.